هر چیز که بینی اثرش کم شود آخر، جز عشق که از او تا به قیامت اثری هست، اثری هست. بحریست بحر عشق که هیچش کناره نیست، آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست. عشق یعنی سرنهی بر شانه، بشنوی از شانه افسانه. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همگنان عزیز و ارجمندم. آقای امیر درخشان برنامه هدایت میکنه سیمونه. ممنون. اتفاقاتی که در فرانسه افتاده واقعا هولنگیزه، زلزله بزرگ، و به نظرم برای نخستین بار دستگاه‌های امنیتی اروپا از خواب بیدار شدن. اون چی که رخ داد نشون دهنده اینه که یه گروه که دوره های نظامی هم دیده بوده، تمام علائم نشون میده و شواهد، توانست که دستگاه امنیتی رو دور بزنه در یک محلی بسیار حساس، یعنی پاریس 11 هم، جایی که دفتر یک نشریه فکاهی در اونجا قرار داشته، یعنی چارلی ابدو، عملیاتی رو انجام بده با موفقیت تمام، شمار زیادی رو بکشه، تعداد زیادی رو مجروح کنه، بعد بیاد بخواد سوار ماشین بشه، با پیگرد پلیس روبرو میشه، دو پلیس رو هم بکشه و از صحنه بگریزه. چه اسامی اونها توسط نشریات فرانسه اعلام شده و مجموعه پیامدهای قضیه که به نظرم خیلی برای اروپا تکان دهنده بوده. و این وسط یه گروه مستحصل درمانده و سخت گوش، یعنی مسلمانانی که صد در کار خودشون دارن تو اروپا زندگی میکنن، چندین نسل اونها دارن صد مشروعی میدن، کما اینکه روز بعد بسیاری از خانواده های فرانسوی مسلمانان جرأت نکردن فرزندان خودشون به مدارس بفرستن یا به کودکستان ها یا حتی به مهد کودک ها اعزام بکنن. یعنی اینقدر ترس و وحشت در بین اونها زیاد شده. و به نظر من این حرف برخی از تحلیلگرها درسته که بهترین راه در این وسط اینه که خود مسلمان ها وارد میدان بشن، محکوم بکنن مجموعه جنایاتی که امروز داره به نام اسلام صورت میگیره. جز این هیچ راهی نیست، کسی دیگه عنصر دیگری نمیتونه اونها رو نجات بده، خود اونها هستند. اتفاقاتی که در تونس افتاد به نظرم فوق العاده حائز اهمیت بود، یعنی مردم تونس خودشون از یک بحران سخت و ترسناک تاریخی عبور کردن و موفق شدن سریعا بر مشکلات فائق بشند و کل مسائل رو ریشه یابی بکنن و بدونن در به راه خطا دارن میرن و سریعا جبران مافات کردند. اول حق مساوی برای زنان قائل شدن که این اتفاق خیلی مهمه در تاریخ اسلام، اونم در یک کشور اسلامی، و بلافاصله شخصیتی رو به عنوان رئیس جمهور برگزیدند که مشتهر به میانه روی، یک سکولاریست، دو یعنی یکی از سیاست مداران معتقد و مؤمن به سکولاریست و جدایی مذهب از حکومت. بنابراین خود مسلمانان اروپا به نظرم این وسط نقش خیلی مهمی خواهند داشت، چون اتفاقی که افتاده فقط منجر میشه به تقویت گروه های نوخاسته نازیسم مثل پگیتا، که حالا دیگه به نام اروپا ادعای میهن پرستی میکنن، و جالبی که اسلام حراسی رو تبدیل کردن به مهاجر حراسی و تمام مهاجران رو هدف قرار دادن، تمام مهاجران. سعی و کوشش برخی از گروه های کوچک اما تندرو اسلامی هم اینی که جمع مسلمانان مقیم اروپا رو این وسط قربانی بکنن، بیشترین تلاششون همین، یعنی میخوان یک جوری اثبات بکنن که این سکوت به معنای رضایت، به معنای هواداری و پشتیبانی اونها از گروه هاییست که مثلا به داعش میپیوندن. خب باید سریعا به این فرضیه پایان داد، یعنی خطرات جدی متوجه کل مهاجران اروپایی به ویژه مسلمانان خواهد شد. بکنید از این پس دیگه هر کس همسایه مسلمان داره به طور طبیعی ازش میترسه، ازش میترسه. همین الان این که اتفاقاتی که در فرانسه افتاد و جامعه بشری رو در کل تکان داد،
قتل 4 کاریکاتوریست و 9 روزنامه نگار خیلی هولانگیزه، قتل عام، اونم در یه عملیات نمایشی، اونم کجا؟ در پاریس، پایتخت آزادی، که حالا دیگه دچار بی امنی هم شده، ناامنی هم شده و خیلی ها معتقدن که این تازه آغاز کار یک مساف عظیم تروریستی علیه حکومت‌های اروپایی و علیه جوامع اروپایی. یعنی این تازه آغاز پله نخسته و بعد منتظر پیامدها و عواقب و زنجیره حوادث مشابه بود. در ایالات متحده آمریکا نظرسنجی کرده گالو، به نظرم فایز اهمیت این نشون دهنده استقلال رأی سیاسی در این سرزمینه. جالبه کشوری که معروف بود به اینکه مردمانش به دو حزب تعلق خاطر دارن از دیرباز و خواستها و آمال و آرزوهاشون رو از طریق این دو حزب دستگاه های قانونی و اجرایی ابلاغ می کنند، امروز دارن به تدریج از احزاب جدا میشن، راه مستقل رو پیشه میگیرن. خیلی مهم، بی سابقه از سال 1988 به بعد برای اولین بار بیش از 43% مردم آمریکا اعلام استقلال کردن از دو حزب، یعنی دیگه خودشون رو وابسته به دو حزب اصلی کشور که حزب دموکراتیک که جمهوری خواه نمیدونند. رقم خیلی بالاست، تقریبا نیمی از جمعیت این مملکت، یعنی کشوری که به دو حزب تکیه تاریخی داشته، اعلام استقلال میکنن. چرا؟ چون پرونده احزاب متاسفانه در دموکراسی های غربی پرونده درخشانی نیست. شاید در آغاز اونها موفق شدن که منافع ملی رو پیش ببرن یا در واقع نماندگی بکنن منافع طبقات مختلف جامعه رو، گونه که هم مارکس و هم لنین میخواستن. یعنی احزاب تشکل‌های سیاسی نمایندگی میکنن طبقات مختلف رو. رو همین جهته که کمونیست‌ها خیلی تکیه داشتن روی تشکیل حزب و به کار تحزبی ارج می‌نهادن. اما به تدریج امروز می‌بینیم در کشورهای غربی احزاب دارن رنگ می‌بازن، پرونده درخشانی ندارن و مردم دارن از اونها دور میشن، اعتمادشون نسبت به اونها از دست میدن. و این به نظرم یک پدیده خارق العاده است. نتایجش چه خواهد بود مشخص نیست، باید ببینیم. آیا ممکنه که خود دوری از احزاب ایجاد تفرقه بکنه در کل جامعه، حالا که احزاب نمیتونن به حد کافی پاسخگو باشن، پاسخگوی نیازهای مردم؟ یا برخی متهم هستن به فساد، برخی شخصیت های خیلی عمده و مهم که در احزاب نیرومند فعالند، خب دیگه مورد اعتماد عمومی نیستند و همین لطمه خیلی شدیدی زده به دو حزب مقتدر که دهه هاست با قدرت تمام آمریکا رو هدایت میکنند و نمایندگان خودش رو به کاخ سفید میفرستند. همین هم ارزشمندم. از بدید بعد از گذشت از بازارچه موسیقی. خب گرده بودی در جهان امکانه گفت که توانستی گل معنا شکفت. همین هم ارزشمندم. امروز خب راضی به مسئله خیلی مهمی با شما صحبت بکنیم که ببینیم آخرین تحقیقات در این زمینه چیست. راجع به مغز انسان، ساختار حیرت انگیز به دقت معماری و مهندسی شده. برخی معتقدند که شکل مغز و شکل ظاهریش دست کم شبیه شکل کائنات، کل کائنات، انگاری تمام کائنات رو تو این در جسه مغز جا دادند. آقای دکتر حسام نوذری با ماست. دکتر نوذری درود بر شما. درود بر شما، حال شما خوبه؟ خوب هستم، خسته نباشید. و همچنین اگه شما سر لپتاپ تو یک کمی ببرید بالاتر که بشه بالاتر. چهرتون کامل دید یک کمی، آره سرتون خارج از کادره. بسیار عالی، خب الان عالی است. خب دکتر نوذری، مغز انسان به نظرم خیلی مسئله مهمی است با توجه به اینکه اخیرا تحقیقات زیادی در این زمینه صورت گرفته. آمریکایی که سرمایه‌گذاری کلانی کردند و
برای شناسایی بیشتر مغز. ظاهرا ما الان تو فضاها دنبال سیاره های ناشناخته میگردیم، اما هنوز شناخت درستی از خودمون نداریم. دکتر نظری، ما سراپا گوشیم. حیات روی کره زمین نیازمند به مغز نیست و ما حیواناتی داریم، نه تکسلولی، حیواناتی داریم که بدون مغز زندگی میکنن. مثلا مثل عروس دریایی. عروس دریایی مغز نداره. مثل صدف. صدف دارای معده هست، دارای کلیه هست، دارای قلب هست، دارای دستگاه گوارش هست، روده هست، اما مغز نداره. سیستم عصبی داره؟ بله، سلول های عصبی داره. سلول های عصبی. و این سلول های عصبی کار میکنن. بنابراین این صدف بدونی که یک مرکز فرماندهی داشته باشه، دهانش رو باز میکنه، غذا رو میخوره، هضم میکنه و بعد استراحت میکنه. بعد دوباره به دنبال غذا میره، غذا رو پیدا میکنه، غذا رو میخوره، هضم میکنه و استفاده میکنه. همینطور عروس دریایی که دارای یک سیستم عصبی بسیار بسیار ساده است و به هیچ عنوان دارای مرکز فرماندهی و یا قلب نیست. و ما موجودات دیگه ای رو داریم مثل کرم که حتی اگر یک مقدار پیشرفته تر هستن در سیستم عصبی اونها، اما اگر اون رو قطع بکنید، برای مثال اون رو به دو تیکه تبدیل بکنید، کماکان به زندگی خودش ادامه میده. درست. و از بین نمیره. مغز انسان دارای سلول عصبی هست. این سلول عصبی مغز انسان شبیه هر حیوان دیگه است و چیز خارق‌العاده‌ای هم نیست. از غذا اشتباه هم داره، اما اون چیزی که مغز انسان رو پیشرفته میکنه و باعث میشه که دارای حافظه بشه، قدرت تجزیه و تحلیل، قدرت تفکر، یادگیری و یاد دادن، ارتباطی هست که بین این سلول ها ایجاد میشه. ما به اونها میگیم سیناپس. بین هر دو سلول عصبی مغز 1000 ارتباط هست و هر چقدر این ارتباطات بیشتر میشه، قدرت تفکر بالاتر میره. اما خود سلول مشترک هست، همون چیزی هست که در بقیه حیوانات هم هست و ما اونها رو میبینیم. مغز انسان منحصر به مغزی که روی سر انسان هست نمیشه. ما مغز دومی هم داریم که متعلق به دستگاه گوارش هست. و الان که من داستان سیستم عصبی صدف رو برای شما گفتم، یا عروس دریایی رو، الان متوجه میشید که این مغز دوم انسان، مغز دستگاه گوارش انسان از کجا اومده و این مغز مستقل از مغز سر انسان عمل میکنه. به خاطر همین هم هست که اگر گاهی اوقات شما احساس دلهوره میکنید، دلتون میریزه، این واقعا به خاطر اون مغز دوم شماست، مغز دستگاه گوارش شماست. یا اینکه گاهی اوقات احساس گرسنگی میکنید، گاهی اوقات احساس نگرانی میکنید در دل خودتون، چون دستگاه دوم ما، دستگاه گوارش ما، هم دارای یک سیستم عصبی پیشرفته هست، هم این که میتونه یک پروتئین های رو تولید بکنه که به مراتب از مغز هم بیشتر هست. برای مثال سروتونین، اون ماده‌ای که باعث میشه انسان احساس آرامش بکنه، احساس خوشحالی بکنه، 90% اون در دستگاه گوارش ساخته و پرداخته میشه. پس ربطی به مغز انسان نداره حالت آرامش؟ اصلا 10% اون در مغز تعیین. همینطور احساس گرسنگی یا احساس تشنگی، هیچ کدوم ربطی به مغز، هیچ ربطی نداره. و بعد دوپامین، 50% از دوپامین که اینقدر مهم هست و اینقدر راجبه اون میشنویم، به خصوص برای بیمارانی که رنج میبرن از دو شخصیتی، از افسردگی های شدید، شما زیاد اسم این مولکول رو میشنوید. 50% اون زیر نظر اون مغز دوم انسان هست، یعنی مغز پایین بدن انسان که ربطی به مغز سر انسان نداره. اما در طول تحول و فرگشت انسان بین این دو ارتباط برقرار شد و این ارتباط بیشتر از طرف مغز پایین به طرف مغز بالا هست تا از طرف مغز بالا به پایین. وقت ببینم فرقی هم وجود داره بین انسان‌های اولی و انسان مدرن، انسان امروزی؟ مغز انسان
یک سری پیشرفت کرده، یک سری پسرفت کرده. پس همش پیشرفت نبوده. نه، به خاطر همین هم هست که ما هیچ وقت نبایستی انسان رو با موجودات دیگه روی کره زمین مقایسه بکنیم. مسئله خوب بودن و بهتر بودن و بدتر بودن نیست. درست. مثلا فرض کنیم بگیم که انسان میتونه فکر بکنه، انسان میتونه یاد بده، یاد بگیره، حتی یک پشه هم قدرت یادگیری داره. و از اون طرف همین برد، مرغ زرین پر یا زرین بال که در جلسه گذشته راجع به اون صحبت کردیم، مغز اون فقط نیم گرم هست، اما نیم گرم مغز قادر هست یک مسافت 900 مایلی رو از کانادا تا امریکای جنوبی بر فراز خلیج مکزیک طی بکنه بدون اینکه یک سانتیمتر اشتباه بکنه. یعنی اگر از یک خونه در فرض کنید کلمبیا، آدرس اون خونه باشه شماره 100 خیابان کلمبیا، پرواز کرده باشه به کانادا، در کانادا هوا سرد میشه و میخواد برگرده به منطقه گرمسیر، دقیقا برمیگرده به آدرس 120 بدونی که اشتباه بکنه، چون دنبال میکنه فیزیک کوانتوم رو زیر اندازه اتم و الکترون رو. یعنی رفتی به طیف نور نداره، راه از طریق طیف نور پیدا نمیکنه. دقیقا. و به خاطر همین هم هست که پرنده های دیگه این دقت رو ندارن، میتونن شهر رو پیدا بکنن و بعد توی اون شهر دنبال دریاچه بگردن و دیر یا زود یک جای رو پیدا بکنن، اما هرگز دقت این پرنده رو ندارن به خاطر اینکه سیستم مغزی این پرنده در راه دیگری پیشرفت کرده. خب بنابراین دکتر روزه اجازه بدید همینجوری نتیجه‌گیری بکنیم. پس وزن مغز انسان ربطی نداره به قدرت و نیرو و کارآمدیش، کما که بعضیا معتقد مثلا وزن مغز مرد بیشتر از زنه، در نتیجه مردا بیشتر ادراکشون بیشتره، در حالی که واقعا اینجوری نیست. علم این رو کاملا رد میکنه. همونطور که اشاره کردن، فکر کنید پرندهای با یک مغزی که نیم گرم وزن داره قدرت و توانش خیلی بیشتر از مغز ماست، اینطور نیست؟ ببینید یک زنبور قبل از اینکه بچه های خودش رو به دنیا بیاره با سم یک حشره دیگر رو شکار میکنه، درست، و بعد روی این حشره تخم گذاری میکنه. بنابراین وقتی که بچه ها به دنیا میان بلافاصله دارای غذا هستن، یعنی از قبل فکر این کار رو کرده. بنابراین تفکر فقط ارتباط پیدا نمیکنه با انسان، درست. و ما باید از اون کلماتی که تا به حال استفاده میکردیم مثل مقایسه کردن یا هوشمندی یا یادگیری یاد دادن، اینها رو کنار بگذاریم، وارد یک فصل جدید بشیم در علم تا بهتر بتونیم این فرگشت و تحول و دیگرگونی رو قدردانی بکنیم و هم پیشرفت‌هاش رو ببینیم و هم پسرفت‌هاش رو. پسرفتش در مورد انسان چی بوده؟ ببینید انسان ناندرتال که قوم و خویش‌های ما هستند در طول تاریخ گذشته، الان دیگه وجود ندارن، اما مغز اونها 1500 گرم بوده. مغز انسان مدرن 1400 گرم هست، درست. اما مغز انسانهای ابتدایی، یعنی جد هر دوی ما، هم ناندرتال و هم ما، اونها مغزشون کوچکتر بوده، حدود 400 گرم و بعد میشه 1000 گرم، درست. بنابراین مغز انسان حدود 3 برابر بزرگتر میشه بدون اینکه در این فاصله بدن زن بتونه خودش رو هماهنگ بکنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه به خاطر این بزرگ شدن، بله، امکانات بیشتری رو پیدا میکنه، اما از طرف دیگه وضع هم رو برای یک زن خطرناک میکنه. انسان مدرن به مراتب مشکلاتش بیشتر هست برای وزن هم تا انسان 2 میلیون سال پیش که انسان هنوز نبوده، ولی ما بهش میگیم فرض کنیم هومو ارکتوس یا هومو ابیلیس، اونها به مراتب راحت تر وضع هم میکردن. و به خاطر همین هم هست که اگر شما خوب دقت بکنید وضع هم در انسان کاملا عقب افتاده است و خطرناک است، یعنی هم جان مادر رو به خطر میندازه، رنج زیادی در اون هست، و همین که بچه های مدر خطر بیشتری رو دارن تا دچار صدمه بشن هنگام به دنیا اومدن نسبت به انسان های گذشته. بنابراین تحول و فرگشت همیشه مفهومش بهتر شدن نیست، مفهومش دگرگون شدن هست، هدفمند هم نیست، نظم نداره، روی نظم سوار نشده، برعکس روی بی‌نظمی سوار شده، و به همین دلیل ما نمیدونیم در آینده
چه شکلی پیدا خواهد کرد، اما میدونیم که در آینده باز هم دگرگون خواهد شد. چقدر جالب، چقدر جالب. گفتگو رو با دکتر نوذری عزیز دنبال میکنیم. دکتر نوذری به عنوان کسی که بخشی از زندگیش رو در پاریس گذرونده، وقتی این خبر هولانگیز رو شنیدید، حمله به نشریه فوکایی چارلی ابدو در محله 11 پاریس، چه احساسی داشتی؟ به تنها راه مبارزه با تعصب‌های دینی و مذهبی آگاهی و علم هست. علم هست که واقعا میتونه به انسان کمک بکنه و انسان رو نجات بده، و این یک بار دیگه تایید میکنه که اون چیزی که مشترک هست بین این جنایتکارها واقعا بیسوادی هست، واقعا عدم آگاهی هست. تعصب واقعا تعصب که نوعی توحش رو ایجاد کرده. دوتا رو زدی نگاه میکردم که این فرانسوی ها، خب چند مدت پیش این مثنوی معنوی مولوی رو که کار عظیمه به زبان فرانسه ترجمه کرده و میرویچ، خانم میرویچ، و دیدم در دیباچش نکته ای میگه از مولانا، میگه که بکنید شخصیت 800 سال پیش، میگه سخت اولا متعصبان مذهبی رو مورد انتقاد قرار میده و اینا کسانی هستند که میبینند، با اینکه میبینند اما انگاری که ندیدند، میشنوند انگاری که نشنودند، و بعد کار عادت و تقلید رو به جای میرسونند که هیچ ارتباطی نه به ایمان داره، نه به خدا داره، نه به مذهب داره، و از هیچ کاری هم رویگردان نیستن. یعنی ممکنه هم خودشون رو به کشتن بدن، هم دیگران رو به کشتن بدن. این کاری که تروریست های انتحاری میکنن. یک شخصیت پدر بزرگ ما حدود 800 سال پیش این حرفا رو، این هشدارها رو داده، متاسفانه دنیا نشنیده بود، و امروز ما باید آثار و مزراتش رو تحمل بکنیم و دم بر نیاریم. بخش عظیمی الان از قربانیان این حادثه ایرانیانی هستن که تو اروپا زندگی میکنن، که امروز بچه هاشون رو تو این هفته به مدرسه نفرستادن، نگران بودن از فرستادن بچه ها به مدرسه. دوتون روزه فکر میکنید که پیامدهاش چی باشه؟ ببینید الان هر سه اونها شناسایی شدن، این لحظه که من با شما صحبت میکنم. یک نفرشون 18 سال بیشتر نداره، یک نفر دیگه 32 سال، یعنی همین 18 سال، درست همین 18 سالش رو دوتشون هم هستن که برادرن دیگه. بله، و خب الان موقعش هست که اگر واقعا به این مسئله اطمینان دارن، رهبران مذهبی واقعا بیان و اظهار نظر کنند، نظر خودشون رو بیان کنند، یا مردم یا خود مهاجران واقعا باید بریزن تو خیابون ها و اعلام برات بکنن و همینطور ابراز نفرت و تنه و محکوم کنن این فاجعه رو. به تو نظری عزیز، من از شما سپاسگزارم. منم از شما سپاسگزارم. در لس آنجلس برای شما آرزو دارم. گفتگوی درباره مغز اجازه بدید که هفته آینده گفتگو رو دنبال بکنیم. به نظرم خیلی لازم و ضروری است و ما باید شناخت بیشتری پیدا بکنیم و در بسیاری از این عادات خودمون باید تحول ایجاد بکنیم. دیگه مثلا همین چند موضوعی که دکتر نوذری بهش اشاره کرد که به نظرم فوق‌العاده است. راست میگن، قیاس کردن اونم تو کار علم کمکی به ما نمیکنه، یا این همه تبختر و تفاخر به اینکه ما از نظر فیزیکی از قدرت برتر محسوب میشیم یا از نظر معنوی روحانی. خداحافظ، تا دیداری دیگر، گفتگوی دیگر.